سرخط مهمترین خبرها. برگزاری تجمع با شکو در حمایت از مردم بی‌پناه غزه در کابل. معترضان برای پایان قتل عام مردم غزه خواستار اتحاد دولت‌های اسلامی در برابر رژیم اسرائیل شدند. و تأکید چین روسیه در نشست شورای امنیت بر تعامل جامعه جهانی با کابل. نماینده چین در این نشست گفت افغانستان باید در خانواده سازمان ملل مدغم شود. افغانستان در مرحله حساس بازسازی مسالمت‌آمیز قرار دارد. جامعه بین المللی باید توجه و اتحاد خود را حفظ و تعامل سازنده با طالبان را تقویت کند. سلام بیننده های عزیز، وقت شما بخیر. شما را دعوت می نمایم به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. همزمان در ادامه حمایت های جهانی از مردم غزه، تعداد زیادی از باشندگان کابل در یک حرکت اعتراضی جنایت رژیم اسرائیل را محکوم و حمایتشان را از مبارزات مردم مظلوم فلسطین اعلام نمودند. معترضان از کشورهای اسلامی خواستند برای توقف نسل کشی مردم غزه در برابر رژیم اسرائیل متحد شوند. عالمان دین نیز در این نشست گفتند رزمندگان فلسطینی تنها نیستند و از حمایت مسجد الاقصی وظیفه شرعی هر مسلمان است. تجمع باشکوه مردمی در حمایت از مردم بی‌پناه فلسطین اینجا در تپه وزیر محمد اکبر خان. تجمع کنندگان با محکومیت جنایات علیه ساکنان غزه، پرچم‌های رژیم اسرائیل و آمریکا را آتش زدند. آنان با حمل پلاکارت‌های با عبارت مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشمشان را نسبت به جنایات رژیم اسرائیل در غزه ابراز کردند. موږ دلته نن سره راغونډ سوي یو، د دې لپاره راغونډ سوي یو، د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره دلته راغونډ سوي یو. دلته موږ عظیم شانه غونډه درلودله د هغوی د ملاتړ په حیث باندې، چې موږ د هغوی ملاتړي کوو. د حماس د ډلې مجاهدینو موږ د هغوی حمایه کوو، چې د هغوی سره د اسرائیل سره چې کوم ظلم کېږي دا موږ په دې سختو ټکو باندې غندو. ما کې احمد یم امروز در تفه وزیر اکبر خان از وجه کې به حق فلسطینیا د اینجا جمع شدیم. ما دا زوج جمع شدیم که رمی ظلم که در اسرائیل جاری است با فلسطین که رمی ظلم بند شوی. علمای دین نیز در این تجمع بزرگ مردمی از کشورهای اسلامی خواستند سکوت خود را شکسته و در برابر جنایات رژیم اسرائیل در غزه صدا بلند کنند. آنان تاکید نمودند آمریکا و رژیم اسرائیل با کشتار غیر نظامیان به اهداف شومشان نایل نخواهند شد. پټولو اسلامي هوادونو باندې غږ کوو چې مظلوم فلسطینی مسلمانان یوازې مه پرېږدئ. دا حالت په تاسو باندې هم راتلونکي دي. څوک چې د ظالم سره ودرېږي، د ظالم سره نصرت کوي، د ظالم په ظلم باندې چپه خوله پاتې کیږي، الله جل شانه به دغه ظالم په همدغو خلکو باندې بیا مسلطوي. کودکان نیز در این تجمع اعتراضی سهم فعال داشتند. ای مسلمانا کجا هستین؟ حقوق بشر کجا هستی؟ وقتی که مسلمانان ما، کودکان ما، برادران ما، مادران ما در غزه جانشان از دست میدن، آیا حقوق بشر برای مسلمانان نیست؟ زنده باد اقصی. در اینجا گفته شد که مسجد الاقصی تنها مربوط به فلسطینیان نیست، بلکه مربوط جهان اسلام است و مسئولیت مسلمانان است که از هر راه ممکن برای آزادی مسجد الاقصی اقدام کنند. مسجد الاقصی مربوط تنها فلسطین نمیشه، مربوط جهان اسلام است. باید همه دست به دست بدن، از دقل از طریق تظاهرات، از طریق گفتگوهایی که بین مسلمان میشه
باید از اینا حمایت بکنه. باید هر ملک سمر چه اسلامی ملکونه دی د فلسطین حمایت کی او اسرائیل دی خپل ظلم تا نور ادامه ور نکړي. صدها تن از باشندگان کابل با حضور در تپه وزیر محمد اکبر خان و با حمل پرچم فلسطین حمایتشان را از مردم غزه اعلام کردند. پایتخت نشینان از کشورهای اسلامی خواستند تا در برابر جنایات رژیم اسرائیل متحد شوند. حبیب الله موسوی، تلویزیون تمدن، کابل. نماینده چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار تعامل جهان با کابل شد. او تاکید کرد افغانستان باید در خانواده سازمان ملل مدغم شود. نماینده روسیه نیز در این نشست گفت برای گفتگو با مقامهای فعلی افغانستان باید معافیت تحریمهای سفر علیه آنان تمدید شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت نیز از موضع چین در راستای تعامل جامعه جهانی با کابل استقبال کرد و گفت سیاست فشار نتیجه نمی‌دهد. افغانستان در آجندای نشست شورای امنیت سازمان ملل، نشستی که در آن نماینده چین بر مدغم شدن افغانستان در خانواده ملل متحد تاکید نمود و گفت باید با حکومت فعلی افغانستان راه تعامل در پیش گرفته شود. افغانستان در مرحله حساس بازسازی مسالمت آمیز قرار دارد. جامعه بین المللی باید توجه و اتحاد خود را حفظ و تعامل سازنده با طالبان را تقویت کند تا افغانستان از وضعیت بد بشری خارج شود. نماینده چین همچنان خواهان تمدید معافیت محدودیت سفر برخ مقامهای کابل شد تا زمینه گفتگو با آنها فراهم شود. در همین حال نماینده روسیه نیز از اینکه موضوع تمدید معافیت سفر بر مقامهای کابل شامل بحث نیست ابراز تأسف نمود. مایه تأسف است که موضوع تمدید معافیت سفر برای 11 عضو طالبان از بحث خارج شده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت از موضع چین در راستای تعامل جامعه جهانی با کابل استقبال کرد. آقای مجاهد اما تأکید کرد که تلاش غربی ها بر ادامه سیاست فشار نتیجه نمی دهد. باید هم با افغانستان تعامل صورت بگیره و مثل دیگر کشور افغانستان هم کشور باشه که با آنها تعامل عادی و نرمال جریان داشته باشه. شرایط گذاشتن، موانعی ایجاد کردن، عقدمندانه برخورد کردن. این به نفع هیچ کس نیست. بیشتر از 20 سال است که این روش امتحان شده، نتیجه نداده. بهتر است که کشورهای غربی به خصوص که مانع هستند در راستا درک کنند واقعیت را. در نشست شورای امنیت همچنین نگرانی شد که از خاک افغانستان نباید تهدید متوجه صلح بین المللی شود. این در حالی است که کابل همواره گفته اجازه نمی دهد از خاک افغانستان منافع سایر کشورها تهدید شود. و در ادامه بیننده چند خبر کوتاه باشید. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر با کاردار سفارت انگلیس برای افغانستان دیدار و گفتگو کرد. رابرت چارتر تندکسن در این دیدار گفته رهاسازی شهروندان انگلیسی از سوی حکومت سرپرست افغانستان فرصت خوب گفتگو با مقامهای کابل را فراهم کرده. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر نیز با کاردار سفارت انگلیس گفته که کابل خواستار روابط مثبت و حسنه با این کشور و سایر کشورهای جهان میباشد و فشارها بر افغانستان نتیجه نمی‌دهد. سازمان نجات کودکان اعلام کرد حدود 8 میلیون کودک افغان در سال 2024 با بحران گرسنگی مواجه خواهند بود. این سازمان گفته که جامعه جهانی باید فوراً کمک‌های بشردوستانه را در زمستان برای نجات جان افراد در افغانستان افزایش دهند. سازمان نجات کودکان در ادامه تاکید کرده از هر 3 کودک در افغانستان یک کودک با بحران گرسنگی روبرو است. شرکت برق رسانی برشنا اعلام کرد قرارداد واردات برق از ازبکستان و افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شده است. این قرارداد در جریان سفر محمد حنیف حمزه رئیس برشنا به ازبکستان امضا شده. رئیس این اداره در دیدار با وزیر برق ازبکستان درباره افزایش میزان برق، کاهش تعرفه آن، حل مشکلات ویزا برای کارکنان شرکت برق و پروژه برق سرخان پل خمری نیز صحبت کرده اند.
همزمان با ایام فاطمیه عالمان دین نقش و جایگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در تبلیغ و ترویج ارزش‌های دینی مهم و ارزنده می‌دانند. به گفته آنان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان آموزگار و مبلغ فعالیت‌های بی‌شماری برای مسلمانان داشته است. به باور آنان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ابعاد مختلف عبادی، تربیتی، اخلاقی نمونه و الگوی برتر برای تمام زنان جامعه اسلامی می باشد. زنان که از قشر مهم جامعه بشری است، قبل از ظهور دین مبین اسلام از تمام حقوقشان محروم و تنها به عنوان ابزار استفاده می شدند. با ظهور دین مبین اسلام اما شرایط تغییر کرد و جایگاه ویژه‌ای به زنان قائل شد و تمام حقوق انسانی به آنان تعریف گردید. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دخت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از نخستین زنانی بود که به دین مبین اسلام ایمان آورد و در راستای تبلیغ و ترویج ارزش‌های دینی تلاش بیشمار انجام دادند. بانویی که در اسلام و نزد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه و منزلتی ویژه‌ای داشت، چنانچه پیامبر بزرگ اسلام آن حضرت را امی ابیها خطاب کردند. حضرت زهرا سلام الله علیها بر حسب تکلیف خود و به عنوان رسیدن در توزیع و نشر پخش امورات دینی و احکام شرعی نسبت به جامعه خود را مسئول می دانست، تلاش می کرد که بیشتر احکام شرعی را به مردم ابلاغ کنم. عالمان دین می گویند سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سرمشق و الگوی بی بدیل در بخش های مختلف برای همه امت اسلامی است. ایراد خطبه های مهم و ارزنده، ایجاد کلاس درسی در خانه، بیان احکام شرعی و سایر امور برای زنان، تربیت بهترین فرزندان، تربیت شاگردان ممتاز و تشویق مسلمانان به آموختن علم و دانش از جمله موارد مهم سیره حضرت بی فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. وقتی روش زندگی حضرت زهرا را مورد مداقه قرار بدین و در این زمان خطبه های حضرت زهرا سلام الله علیها را مورد مداقه قرار بدین، برتون ثابت میشه که او یک جایگاه بلند علمی داشت و از برکات علمی نبی مکرم اسلام و حضرت مولا علی علیه السلام برخوردار بود. یکی از مواردی که علم آن حضرت ثابت میکنه خطبه هایی است که توسط حضرت فاطمه ایراد شده. از دید عالمان دین، سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در موضوعات مختلف از قبیل همسرداری، تربیت فرزندان، نحوه برخورد با مردم، چگونگی حضور در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی و صبر در مقابل دشواری‌های روزگار الگوی برای زنان جامعه اسلامی است. حضرت زهرا نهایت تلاش را در راستای نشر معارف اسلامی می‌کرد، هم در زمان پیامبر و هم بعد از پیامبر. خب نشر معارف الهی و اسلامی دو گونه، یکی با زبان. خب ما خطبه های زیادی از حضرت زهرا داریم که برای ترویج دین مطرح شد. دخت گرامی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تمام ارزش ها و دانش ها را از پدر گرانمایه‌اش فرا گرفت و بسیاری از مقررات، احکام، دعاها و حکمت ها را آموخت. همزمان با فرارسیدن فصل سرما، باشندگان مناطق کوهستانی کشور از وجود مشکلات جدی در بخش‌های مختلف شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند که با ریزش برف و مسدود شدن راه‌ها، با کمبود مراکز صحی، نبود خدمات مخابراتی و سایر مشکلات روبرو می‌شوند. مسئولان حکومتی اما از آغاز تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای برای حل مشکلات مناطق روستایی کشور خبر می‌دهند. داوود ناظری گزارش می‌دهد. دشواری های زندگی در مناطق کوهستانی کشور، آن هم در فصل سرما، در محاصره برف و محروم از امکانات زندگی، از جمله خدمات صحی. در بعضی از جاها و مناطق ها در زمستان اصلا مترج امکان نداره. هادی ناصری با پیمودن مسیر طولانی از منطقه بنچوی ولسوالی بهسود میدان وردک به کابل به خاطر تداوی آمده، می گوید بسیار از بیماران به خاطر کمبود مراکز صحی
با مشکلات جدی روبرو هستند. در بعضی از جاها سرک نیست، مردم خواهان سرک هست. در بعضی از جاها مرکز صحی نیست. گفتم دیگر یک شبانه روز باید تای کنه که تا در مرکز صحی برسه. در بعضی از جاها تقریبا اتفاق افتاده است که بعضی از انسان ها توسطی که مرکز صحی دور است دیگر از بین رفت. نو خوشکلی است سخر مثال دیر اینجا که دقیقی سلاوه خرابی کردی اگه مثال سو جورسه بیدی سو خرابه و سو مولاری دی. باشندگان مناطق سردسر و کوهستانی تأکید میکنند که اگر به مشکلات مردم توجه و برای حل آن اقدام نشود ممکن ساکنان روستاها مجبور به ترک این مناطق شوند. آگاهان اما میگویند برای جلوگیری از بین رفتن زمینهای زراعتی و رشد اقتصاد کشور خانواده ها باید به مشکلات روستانشینان که بیشتر به زراعت مشغولند توجه شود. اگر این در اولویت قرار نگیره و کمبود امکانات باشه، کمبود راه های مواصلاتی باشه، کمبود مثلا درمان و صحت باشه، خب این جمعیت مهاجرین روز به روز در شهرها میان و شهرها به شکلی غیر استاندارد در حال کلان شدن. مسئولان حکومتی اما تاکید میکنند که گام های اساسی برای حل مشکلات رستانشینان در بخش های مختلف برداشته میشود. اطرای داره در خپل بودیجی چی در مخابراتی مخابرات پرمختیایی بودیجی نمیگی در دی بودیجی پرمرد بانده غواری چی پا افغانستان که سلو نیم سا مخابراتی انتون نجور کلی طول پا حق سیمو که چیره چی مخابراتی فعالیت نشته دی، مخابراتی خدمات نشته دی، نو اطرای داره تا خپل بودیج پرمرد باندل تا مخابراتی انتون جوړی. در بخش زراعت و رشد اقتصاد خانواده ها نیز پروژه های آغاز شده، از جمله ایجاد سردخانه و مدیریت آبهای سطحی به حمایت از کشاورزان. پا غرونو که در سطحی و با در اشکت که دو او تیشتی در مخنیوی لپاره در چکدمونو جوړول، ترس بندی کول، او د غوچو کیندل په شمول د خوندې سیمو او د اوبو د لارو تنظیمول، د سیمه ییزو ټولنو همکاري او خلک د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګونو او مالدارۍ وزارت سره د دې طبیعي زیرمو د استخراج او په دوامداره توګه د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. حوثي روستایی و اقتصاد خانوار در اقتصاد کشور رول مهم و اساسی را داره. کوشش میکنیم از طریق حمایت از تشبثات کوچک و احیای سکتورهای مختلف خصوصا در بخش فارمهای زراعتی و فارمهای مالداری و همچنان بعضا آموزشهای عرفوی به مردم در سطح روستا زمینه کار و فرصتها ایجاد شد. ایجاد مراکز صحی، حمایت از کشاورزان، جهت عصری سازی بخش زراعت، توجه به مشکلات بخش معارف و ساخت سرک از دیگر خواستهای مهم مناطق دوردست کشور از حکومت است. از میان میلیون ها ساکن پایتخت صدها هزار نفر در دامنه کوه ها و در مناطق دورافتاده زندگی می کنند. آنان با شکایت از خدمات ضعیف شهری می گویند در فصل زمستان کوچه ها مسدود و مشکلاتشان چند برابر می شود. همزمان با این شکایت ها شهرداری کابل اما گفته تا 5 سال آینده هیچ کوچه و منطقه غیر معیاری در کابل وجود نخواهد داشت. زمستان دشوار برای میلیون ها ساکن پایتخت، شهر پر جمعیت که خدمات شهری به پایین ترین حد ممکن وجود دارد و پایتخت نشینان با 1001 مشکل دست و پنجه نرم می کنند. اینجا منطقه بالاکای چندول است که حدود 3700 فامیل اینجا زندگی میکند که با کمبود آب آشامیدنی و نبود راه مواجه هستند و خواست باشندگان منطقه است که باید این مشکلات هم توسط سایر خیرین و حکومت حل گردد. احمد یک تن از باشندگان چندول شهر کابل بیش از یک ساعت است که بوری آرد را روی شانهایش تا خانه حمل میکند و این هم ذخیره آب که باشندگان محل روی دوششان باید به بالای کوه انتقال دهند. که نمی 3500 خانوار کلگی نیاز مبرم آب آشامیدنی داره و از جمله راه های زی بسیار راه های سبل امور عبور مردم دچار مشکلات است. در این ساحه مردم بار یا مثلا وسایل که از پایان میاره سودا و این چیزا را در پشت شانه حمل میکنه. دیگه ما نیازی بسیار مبرم در یک سرک داریم که در این ساحه یک سرک کشیده شوه. این می راه های ما کلنش بدر در زمستان بسیار مشکل است. مردم به تا بالا شده نمیتونه
بسیار به سختی، بالخصوص کسایی که به خانواده‌ای که به مشکل مریضی مبتلا میشن، دیگه مریضی خود بسیار به مشکل که بسیاری مردم همسایه‌ها به جمع میشه و رم در چپرکت بسته میکنن، به در تعداد 20 نفر 30 نفر یک چپرکت به در از سر کو به تا پایان هم با پایین میکنن. در سایر نقاط شهر نیز مردم از کوچه های غیر معیاری و سرعت گیرها شکایت دارند. میگویند بسیاری از کوچه ها خامه و شماری هم به گونه غیر معیاری ساخته شده است. جمپا بسیار مشکلات زیاد است. جمپای ما را میدان میکنه، جمپینای ما را میدان میکنه. دیگر برادر هیچ جور رفتن نمیشه در سرک. رانندگان زرنج میگویند در بسیاری از کوچه ها امکان رفت آمد برایشان وجود ندارد و سبب محدودیت کارشان شده است. حتی در بسیاری از کوچه ها بارها را روی دوششان حمل میکنند. داخل جای در ما خانه جای خیلی مشکل است. تا از خراب مون تا مو از یک طرف تشنه نمیتونی. در کوچه ای که مور یک طرف مرومش پای برق شه یک طرف چا میزنه از این تشنه نمیتونی. داخل جای ما رفتن نمیتونیم، بار را در پشت میبریم. اگر در پشت نبریم میگه پیسه ما را کم میته دیگه، غریبی نمیشه. اینا کلش غیر معیاری است، در حالی که مثلا جوی در وسط کوچه خودش یک مثلا مشکل است، مشکل ساز است، غیر معیاری است. بعضی جای ها جویا به حد خورد است که اما مثلا آب های فصلی یا بارانی که میاد در اون مثلا ظرفیت نداره و بعضی جای کلان است که متاسفانه وسایط و از این قبیل گپا داخل از او مثلا میفته این مشکلات به بار میاره. کل از اینا برمیگرده باز هم به اون یک معیاری نبودن یک سیستم انجینری که باید مثلا در یک شهر اجرا شه و تطبیق شه متاسفانه بنای سازنده نیست. مسئولان شهرداری کابل اما میگویند تا 5 سال دیگر هیچ کوچه و منطقه غیر معیاری در این شهر وجود نخواهد داشت و پروژه های ساخت سرک و کانال آب در همه مناطق کابل تطبیق خواهد شد. موردی که وجود دارد و شکایتی که وجود دارد همگی تحت یک برنامه منظم و یک دید استراتژیک شهرداری کابل در پلان‌ها رو 5 ساله و 10 ساله که داره انشاءالله مد نظر گرفته میشه و توقع شهرداری کابل در دید استراتژیک عمومی است که هیچ کس نباید در شهر کابل از خدمات شهری محروم باشه و رسیدن خدمات شهری یا رساندن خدمات شهری به تمام شهروندان به یک شکل به یک نوع و در یک چوکات باشه. وعده های از این دست در 20 سال گذشته نیز بارها و بارها داده شده. اینکه این وعده ها تا چه اندازه جنبه عملی خواهد گرفت زمان ثابت می کند. اما آنچه نیاز به اثبات ندارد ناکارآمدی حاکمان گذشته در گذشته های نچندان دور است. پلیس در ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد 11 نیروی نظامی این کشور در حمله مسلحانه با یک پسته پلیس در شهر راسک در نزدیکی مرز با پاکستان کشته شدند. مسئولان امنیتی ایران گفتند در این درگیری تعداد حمله کنندگان هم کشته و زخمی شدند. معاون ولایت سیستان و بلوچستان این کشور این حمله را تروریستی خوانده است. خبرگزاری دولتی ایرنا هم گزارش داد گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. و حالا هم پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل نیمه ابری 6-1، بامیان ابری 4-11، جلال آباد نیمه ابری 15-7، غزنی نیمه ابری 2-6، قندهار نیمه ابری 12-2. قندوز ابری 6-2، لشکرگاه آفتابی 15-3، مزار شریف ابری 6-3، نیلی نیمه ابری 1-9، هرات آفتابی 10-3. اسلام آباد نیمه ابری 16-7، تهران نیمه ابری 13-6، دبی آفتابی 27-19، دهلی نیمه ابری 23-8 و سرانجام مکه آفتابی 32-18. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. برگزاری تجمع باشکوه در حمایت از مردم بی‌پناه غزه در کابل، معترضان برای پایان قتل عام مردم غزه خواستار اتحاد دولت‌های اسلامی در برابر رژیم اسرائیل شدند. پټول اسلامي هوادونو باندې غږ کوي چې مظلوم فلسطینی مسلمانان یوازې مبرېدې.
و تاکید چین روسیه در نشست شورای امنیت بر تعامل جامعه جهانی با کابل. نماینده چین در این نشست گفت افغانستان باید در خانواده سازمان ملل مدغم شود. افغانستان در مرحله حساس بازسازی مسالمت آمیز قرار دارد. جامعه بین المللی باید توجه و اتحاد خود را حفظ و تعامل سازنده با طالبان را تقویت کند. بیننده های عزیز، بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.